زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسوی که شامل بیش از 7000 ساعت برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و هزاران هزار برگ کتاب و نوشته روشنگر و خردگرا می‌باشد و طی 30 سال گذشته مسیر اندیشه مردم و اندیشمندان سرزمین اهورایی ما را دیگرگون ساخته است را بخوانید و به دیگران هدیه کنید. از میترا تا محمد، بیداری و خردگرایی، قرآن سرودی به سبک پارسی، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، آیین اوستا، پرس 3 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. خیام و این جهان فرسوده، حافظ رند شیراز، برمان فرح زیبا، دکتر علی شریعتی، افسانه پرداز شیرین سخن، کتاب ارشاد، کتاب هما، کتاب کیهان جمالی، مجموعی 1000 مقاله و سالنامه 7000 ساله آریایی ایرانی، بهترین سند پر افتخار هر ایرانی و آریایی و نیز یادگارهایی از فرهنگ و هنر ایران، نشان فروهر روی تیشرت، سجاد سینه، گردنبند، دکمه سردست، دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی و تازه ترین اثر سیاوش اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این ارمغان های اهورایی را با یک کلیک سفارش می دهید. میمانان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را در جو دارید؟ سالنامه 7000 ساله ی آریایی میترایی سند پر افتخار ما در سراسر جهان است و فراموش نکنید که ما در سال 7032 آریایی میترایی هستیم، برابر با سال 1382 تاریخ. از تو پرکارتری، ای مفتی شهر، از تو پرکارتریم با این همه مستی، از تو هوشیارتریم، تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارتریم. ما درود فراوان و مهر بسیار به مهربان یاران گرامی در سراسر جهان. آرزو دارم هر کجا که هستید شاد و خوش و پیروز باشید. به کارگردانی های مهندس منصور عزیزم از لس آنجلس تلویزیون فاز، به مدیر کلی آقای مهندس امیر شجره برنامه امروز رو پیشکشتون میکنیم. ما از پاریس خیابون شانزلیزه استودیوی تلویزیون مهر با همکاری یارانمون رفتیم رو خط لس آنجلس و تلویزیون جهانی فارس و با شما هستیم عزیزان من مثل هر هفته. میدونید که این همین برنامه رو الان میتونید از طریق parstv.tv از طریق اینترنت ببینید و یا از طریق mehrtv.com mehrtv.com parstv.tv. اونایی که ماهواره ندارن در سر و سر جهان میتونن ما رو اینطوری ببینن. اونایی که روی فرانسه، در سر تا سر فرانسه از سیستم تلفنی فری برخوردار هستند که حدود 16 میلیون آبونه داره، میتونن روی کانال 99 تب پرسو رزو تلویزه فری 24 ساعت ما رو ببینن و همین برنامه رو ببینن. میدونید که از طریق رزو تلویزه فری ما همه برنامه های تلویزیون پارس رو در یک کانال میشه پخش میکنیم و سپاسگزار مهرتون هستم که مورد توجهتون قرار میگیره. کانال های متفاوت دیگه هم داریم روی تب پرسو به زبان فرانسوی و برنامه های آرشیو خودمون و تلویزیون مهر. اینها همه مهر اهورامزداست، لطف یزدان پاک هست. میگه با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. بارها میپرسند که این پا
پشت این جریانات قضايا کیست چیست، این همه سر، این همه صدا، این همه شور، این همه شوق. همواره گفتیم اهورامزدا خداوند راستی، خداوند ایران. خداوند ایران دست هر ناتوانی رو میگیره و توان، زیرا که انسان توانمندترین موجودات روی زمین هست. عزیزان من، پرده بسیار زیبایی پشت سر من است با نشان پرورد که میبینید، پرده خیلی بزرگ و خیلی زیباست. پرده است، این هدیه یکی از مهربانیاران من هست که برای من هفته پیش آورد، آقای گنجاپور عزیز که از هلند اومده بود این هدیه رو برای من آورد روزی که اومده بود برای یه سالروز لیلای عزیزم، لیلای پهلوی عزیز که سالگردش بود دو هفته پیش و دوستان بسیار اینجا اومدن. من این افتخار دارم که همه ساله در خدمت مهربانیارانی باشم، بعد از دیدارشون در کورستان در دفتر شانزلیزه و با هم یه چایی بخوریم به یاد لیلا پهلوی عزیز. لیلایی که عشق ایران و شور ایران و شوق ایران در دلش بود و با همین عشق و شور و شوق از جهان رفت و هرگاه که هر کجا می نشست از عظمت و شوکت ایران می گفت و همیشه این سالنامه آریایی در جیب که داشت بمانه، به دیگران هدیه می داد. بسیارانی به من می گفتن که ما سالنامه را از پرنسس لیلا گرفتیم. پرنسس لیلا از خردسالی مجبور به ترک میهن شده بود و واقعی دیگری از رضا شاه، فرزند محمد رضا شاه و از سلاله نیکان سرزمین اهورایی آریایی. شما ملت ایران نشون دادید که پس از اینکه شهبانو فرای پهلوی عزیزم این دردانه خودش و این عزیز و نازنین خودش از دست داد، چقدر مهربانانه آمدید و با حضور خودتون و با حضور همه ساله خودتون همدردی آرام بخشانه خودتون رو پیشکش کردید. یادتون نره که مدت هاست به جای تسلیت این واژه رو خدمتتون پیشکش کردیم، همدردی آرام بخشانه. همدردی آرام بخشانه به جای تسلیت به یاران و مهربان یاران. امروز 29 خرداد ماه سال 1032 آریای میترئیست کیوانشید هست. چه همه کیوان در جهان داریم منظور جهان. درود به همه کیوان ها. میدید که یکی از کیوان ها هم کیوان نیشابوری است. کیوان نیشابوری که همون عمر خیام، کسی که شرح حالش رو گفتیم و شما میدونید و چه بودست و چه کرده است. عزیزان من، این هفته یاد بوده عزیزان و یاران بسیار نازنینی است، از جمله سیاوش بشیری، پرویز حساس، نسیم شمال، سید شرف الدین گیلانی، نسیم شمال و ایرج رستمی. ایرج رستمی یکی از بزرگان سینما ایران بود که به لس آنجلس اومده بود. دوستان بسیار نازنین من بود، هرگاه من میرادم لس آنجلس و این زندیات بود، با یک جعبه شیرینی همیشه میومد به دیدن من. آخرین بار در دفتر شهرام همایون، شهبادی نوری، مجله تهران بود، اون هنوز کانال یک رو نداشت شهرام، اومد به دیدن من با یک سینی شیرینی، شیرینی های خوشمزه، یادش بخیر. ایرج رستمی مادر پیشه خوشتیپی که رفت و جاش خالی است، از کنم خدمتون یاد بوده اون هست. یاد روز ایرج رستمی عزیز هست. یاد روز سیاوش بشیری است، دوست مهربانمون که در پاریس جان باخت و جهان رفت. سیاوش بشیری می نویسد، یکی از بزرگترین نویسندگان پاسدار اندیشه پادشاهی که حتی پس از انقلاب در خارج از کشور تلاش های فراوانی کرد، بارها این ور و آن ور دنیا دعوت می شد برای سخنرانی. دوست عزیزم کیوان دشتی هم چند بار پیش به اون موقع دعوت کرده بود به کانادا و مهرائین به هلند و جاهای دیگه. سیاوش بشیری یکی از بزرگترین اندیشمندان جهان آریایی بود که سالهاست اون هم ما رو ترک کرده و رفته. پرویز حساس میدونید که خداوند جوک و شوخی و طنز بود، سرهوراش بوده، همه تون دارید.